منم عرض سلام در خدمت همه بینندگان عزیز. فکر کنم اول از همه تسلیت بگم به تمام کسایی که رو هم از دست دادن عزیزشون هستن. خوشحال شدیم آقای هلالی، وقتتون رو به ما دادید. بریم در خدمت یکی از فکر کنم همه دیگه تعریف نداره، آقای مهنام ابوالقاسم بود. آقا مهنام یکی از دوستای خوبمه. بعد حدودا چایی بذارم یا میخورم؟ آقا بهنام یکی از دوستای خوبمه، اینجا هم خیلی دارن صدا میکنن. ساکت، نظرتو بگو درباره این بازی از مردم چی میخوای، از تماشاگرها، از طرفدارایی که نداری؟ خب شرایط همجوری بود که خوردم به مریضی پدرم، اتفاقایی که برام افتاد، تنهایی مادرم، ازدواج خواهر برادرم، فکر کردم تنها بودن مادرم شاید اذیتش کنه. بابا کاری نداری؟ بیا تو. نه کار دارم. بیا عکس آقا جونم میگیر. من فکر کنم زیارت ما مامان بابامونه. یادم نمیره مادرم هر موقع مثلا میخواست، پدرم هر موقع میخواست مثلا برام جیغ جیغه بخره، نمیدونم چی بخره، از این اسباب بازی های مدرن بخره، میگفتم نه برای من فقط توپ بگیرید، چون خیلی علاقه داشتم به فوتبال. مهداد که آنگونه رفت امیدمان بود، هرچند بالا و پایین شدن اکسیژن خونش میترساندمان، ولی حتی فکر رفتنش را هم از ذهن میزدود. از روزهای ستارگیش در فوتبال تا شبهای درخششش در قاب شیشه‌ای زیاد طول نکشید. اگه من برم پس یه برنامه ببینید دوباره برمی‌گردم. قوی رئیس تدارکات ایران، مدیر تدارکات هستن، دکتر تعلیلی هستن. آقایی بپرمید آقا دکتر آقای احمدی فرم که دیگه شناخته شدن در فوتبال دوستای عزیزمون الان اردی بهشته. سلام، منم خدمت آقا جوشاغانی برسونیم. بچه ها بیاییم داریم آقای تا آقا آفاق بسنی تیم پرسپولیس هستن. الان که دفاجولو الان دفاجولو شده اتاق مربی هست. آقای کابیانپور هستن، یکی از بزرگترین مردان ایران، فکر وسط ایران. این آقای اصلانیان قربان تیمه. بعد امریکا بسیار خوبه، گل میزنه، پشتک میزنه، یعنی یکی از ایناست که با پشتک همه خیلی معروف شده. از اینجا بریم بیرون، چون مربی همون یه اتارش مثلا سریه حالا میبینید دوربین داره اینجا ها، اینجا رفتگنه این سهراب انتظاریه، یکی از بچه های شمال که اومده تهران، الان 6 ماه اومده اینجا رفتگنه اونه دیگه، خواب‌العاده‌ای نداره. مثلا خان محمدی که معروفم به دو قلوهای افسانه. حسن خیلی دوست داره، کباب دوست داره. مدافع جدی و محکمی که تکبر قهرمانی ژرمن‌ها را تاب نمی‌آورد و با جراحت و بخیه به زمین باز می‌گشت. در قاب شیشه‌ای فقط خندید و خنده به لب‌ها آورد. پرده نقره‌ای جشنواره اما دیر به او رسید. جناب آقای علی انصاریان از زمین خارج، از استادیوم خارج. آقا من میرم مسئله نیست. علی این رسمش نیست. من چک کردم. من که برمیگردم، من تلفن. چه جوری برمیگردی؟ من برم. آره دیگه داداش بین لاین نکشم کرد، اعلام کردم. من نمیرم بیرون. من برم بیرون، یارامم هم میبرم با خودم همه. مردی که مادرش را کول میگرفت در روز مادر پرواز کرد تا بر شانه‌های یک ملت به آسمان سلام کند. خدا دیدنی نیست، همه جا هست، شما میتونید اونو بس کنید. خدا من همه جا رو میگردم تو بلاخره گردی، دستم به خدا بخورم همه چیزو بهش بگم. یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی هست رو، یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
را بست و ما را با آن همه خاطره تنها گذاشت. علی رو هم معنی یه ستاره به ما ندادی. شما مثل این که تو هفت آسمون یه ستاره داری. اونم ننمه.